فرش های سرک صحبت کنیم یا اجزای ساختمانی یک فرش سرک که را به نام پیومنت کامپوننتس یاد میشه یا در بسیاری کتاب ها به نام پیومنت لیرز یاد میشه. فرش سرک معمولا شما اینجا یک تصویری از فرش سرک مشاهده میکنید، معمولا از طبقات مختلف تشکیل شده. تعداد این طبقات و همچنان نوعیت و ضخامتشان بستگی به عوامل زیاد داره که مهمترین عواملش قرار ذیل است. یعنی این فرش را که ما شما در تصویر مشاهده میکنیم، این از طبقات مختلف، یعنی تنها طبقه پوشش، یعنی که اینجا اسفالت است، این تنها از اسفالت ساخته نشده بلکه در پایین از این طبقات دیگه است که تعدادش که 1، 2، 3 طبقه باشه یا کمتر از او، و همچنان نوعیتش که طبقه کانکریتی باشه یا اسفالتی باشه و ضخامتش ارتباط با اینی عوامل داره که حال زیل نیر تشکیل تشریح میکنیم. اول مقاومت خاک بستر فرش سرک، یعنی هر چقدر مقاومت خاک بستر یا سابگریت بهترتر، خوبتر، دارای مقاومت بیشتر باشه، با نمو اندازه ضخامت طبقات بالایی یا فوقانیش کمتر میشه و ضرورت نیست که ما از مواد بسیار زیاد با کیفیت و یا قیمتبها استفاده بکنیم، یا میشه که ضخامت طبقات کم بسازیم و در بسیاری از موارد امکان داره که یک یا دو طبقه بیخی کاملا حذف شود، در صورتی که مقاومت خاک بستر فرش سرک بیشتر باشه و در صورتی که مقاومت خاک بستر پایینتر باشه طبعا ضخامت طبقات هم بیشتر میشه و مجبور هستیم که کیفیت موادشان بالاتر ببریم، یعنی از کانکریت دارای مارک بلند، اسفالت دارای میکس دیزاین عالی استفاده بکنیم. دیگه نوع، وزن و تعداد وسایط نقلیه، همچنان ضخامت و نوعیت ای طبقات فرش سرک ارتباط با نوع، وزن و تعداد وسایط نقلیه. چی نوع وسایط نقلیه از بالای سرک عبور میکنه؟ ایره ما باید یک ترافیک انالایز بکنیم که در فیش بانروز به طور اوسط چقدر موتر تیز رفتار، پسنجر کار، چقدر ترکس و به چی اندازه تریلرز یا موترهای سنگین وزن از بالای سرک عبور میکنه. یعنی به هر اندازه که نوع، وزن و تعداد وسایط نقلیه بیشتر باشه، با اونمو اندازه ضخامت طبقات هم بیشترتر و کیفیت عالی باید در نظر گرفته شود. شرایط جوی منطقه ارتباط به نوعیت ای پوشش ها داره، ضخامت طبقات. به طور مثال سطح آبای زیرزمینی هر گو بلند باشه در یک منطقه، مجبور استیم ضخامت طبقات بیشتر بکنیم، تعدادی طبقات بیشتر بکنیم. یعنی یک طبقه پرکاری که من حیث یک طبقه عایق کار بکنه باید در نظر گرفته شود. نوع مواد موجود در منطقه، به طور مثال در درسای گذشته تشریح کردیم که مواد موجود در منطقه در ساحه چی است، دسترسی به مواد محلی وجود داره یا نداره، یا ای که ما کدام گزینه دیگر انتخاب بکنیم، و شرایط اقتصادی. این هم یک اصل بسیار زیاد مهم است که مسائل اقتصادی را در نظر گرفته طبقات فرش سرک ساخته میشه. در مجموع حال میاییم بالای طبقات فرش های غیر سخت صحبت میکنیم. فرش های غیر سخت، سخت اسفالت کانکریتی، معمولا از 3 طبقه تشکیل شده. یعنی فرش های اسفالتی یا فلکسیبل پیومنت معمولا از 3 طبقه اساسی تشکیل شده که اولش از اگر از پایین با بالا بریم سبگرید، این بستر خاکی یا زمین طبیعی را به نام سبگرید یاد میکنن. زمین طبیعی
که امو قسمت فوقانی بدنی خاکی میشه. ای در جمله طبقات فرش سرک نیست که زخامت شما دریافت بکنیم، ولی متحداب فرش سرک تشکیل میده که به نام سبگرید یاد میشه. بعد از سبگرید طبقه دیگه است به نام سب بیس کورس. سب بیس کورس یا البته طبقه سبگرید به نام طبقه بستر خاکی هم یاد میکنن که ضخامت از این نامعین است، انفینیت است. و بعد از این که هموارکاری شد، کمپکشن شد، بالای از این یک طبقه دیگر هموار و تپکاری یا کمپکشن میکنن از مواد داندار جغلی که ایره به نام سب بیس کورس یا به نام اساس تحتانی، در بعضی کتاب ها به نام اساس اضافی، یا در کتاب های ایرانی به نام زیر اساس و یا اساس فرعی هم یاد میشه. سب بیس کورس. بعد از سب بیس کورس طبقه دیگه که وجود داره به نام بیس کورس یاد میشه. بیس کورس. بیس کورس به نام طبقه اساس یاد میشه. بعد از اینکه ای هم هموارکاری و کمپکشن شد و آزمایشات لازمی که در این طبقه ضرورت است اجرا شد، بعد از این بالایش طبقه آخری یا نهایی می آید که به نام سرفیس کورس یاد میشه که این طبقه سرفیس کورس به نام طبقه پوشش یاد میشه. و در اینجا شما اگر مقطعش ببینید، این قسمت که به رنگ تقریبا زرد رقم است، ای به نام سب گرید یاد میشه. ای طبقه دیگه که به این شکل است به نام سب بیس، بعد از او بیس کورس، و طبقه نهایی هم به نام سرفیس یاد میشه. شما اینجا مگر ببینید گفته که فرش های کانکریتی معمولا از سه طبقه اساس، اساس تحتانی یا سب بیس، بعد از او هم اساس طبقه اساس یا بیس کورس و طبقه پوشش تشکیل شده. دیگه به این شکل این شما میبینین اگر از بالا به پایین بیاییم، پوشش فرش سرک یا سرفیس کورس، اساس فرش سرک یا بیس کورس، اساس اضافی یا تحتانی فرش سرک یا سب بیس کورس، و اساس خاکی یا قسمت فوقانی بستر خاکی را به نام سب گرید یاد. یعنی در مجموع زخاف طبقات فرش های غیر سخت کدام ها؟ سرفیس کورس، بیس کورس و سب بیس کورس یاد میشه. در بعضی اوقات شما ببینین اینجا یک مقطع فرش اسفالتیس زخامت طبقاتش نشان داده شده، ایران میخواییم براتون کمی تشریح کنم. بعضی اوقات اینجا ببینین نوشته از Natural Subgrade، بسیاری اوقات ضرورت میشه که بر علاوه Natural Subgrade ما یک Compacted Subgrade، یعنی یک طبقه دیگر به نام Compacted Subgrade همچنان استفاده کنیم. Compacted Subgrade معمولاً در جاهایی که سرک در پرکاری قرار بگیره، یعنی در پرکاری های زیاد قرار بگیره، این طبقه استفاده میشه. و یا زمانی که خاک سبگرید ضعیف باشه، یک لیر دیگر به نام کامپکتد سبگرید بر علاوه سب بیس کورس و بیس کورس و سرفیس کورس استفاده میشه که ایره به نام کامپکتد سبگرید یاد میکنن. یعنی در حالت طبیعی، در حالت عادی خاک کیفیت خوب داشته باشه، فرش سرک، فرش های غیر سخت سه طبقه است: سب بیس کورس، بیس کورس و سرفیس کورس. ولی در حالت هایی که بنابر گفتیم که سرک در پرکاری قرار داشته باشه و یا ای که خاک این طبقه ضعیف باشه به خاطر تقویه ساختن سبگرید،
این لیر دگام استفاده میشه. باز در او صورت زخامت طبقات سرک فرق میکنن. نج ایره باز میگن نچرال سب گریت، ای کمپکت سب گریت یا به نام امبکمنت یاد میشه. امبکمنت یا طبقه پرکاری یا در بسیاری از کتاب ها به نام پرپیرد سب گریت و یا ای که کمپکت سب گریت یاد میشه. و بعد از او ببینین این طبقه چیست؟ gravel or lower quality of crush aggregate. بعد از این طبقه دیگه که است، وقتی این هموارکاری و کمپکشن شد، طبقه دیگه به نام سبیسکورس یا اساس تحتانی است که معمولا از جغل طبیعی یا کرش اگریگیت دارای کیفیت پایینتر استفاده میشه. ای که چرا در هر طبقه ببینین مواد دارای کیفیت مختلف، مواد مختلف استفاده میشه، ای به خاطر از این است که تشنجات در هر طبقه فرق میکنه. یعنی از لحاظ اقتصادی خوب است که ما هر طبقه را از هر نوع مواد دارای کیفیت عالی و پایینتر استفاده بکنیم. به طور مثال طبقه پوشش، اینجا فشارها و بارای وسایل نقلیه خیلی زیاد است، بنابراین از مواد دارای کیفیت بالاتر استفاده میکنیم. در این طبقه یک مقدار تشنجات کم میشه، بنابراین کیفیت بیسکورس نسبت به سرفیس پایین تر است و کیفیت سب بیسکورس نسبت به بیسکورس کم تر است. چرا اینجا تشنجات کم تر است؟ از لحاظ اقتصادی ضرور نیست که ما کل طبقات از یک نوع مواد استفاده کنیم، این غیر اقتصادی تمام میشه. بعد از این طبقه دیگه که بالاش میه، ایره به نام بیسکورس یاد میکنن. بیسکورس یا طبقه اساس فرش سرک که از کرش اگریگیت ساخته میشه، یعنی جغل شکسته شده یا ماشینی یا کرش، جمع استوندست که در درس های بعدی انشالله به این اشاره میکنیم. خب اگرچه در درس های بعدی به تفصیل میه، زمانی که طبقه بیسکورس هموارکاری شد، کمپکشن شد، مجبور هستیم که بالای از این لایه اسفالتی را اضافه بکنیم. لایه اسفالتی معمولا یا ضخامتش کمتر می باشه و یا ای که بیشتر می باشه. این ضخامت طبقه اسفالتی را به نام سرفیس یاد می کنم. این حال قبل از این که ایخو هموارکاری شد، کمپکشن شد، قبل از این که سرفیس کورس بالای بیس کورس بیاید، این را همونطور مستقیما اسفالت بالای بیسکورس نمیه، بلکه بالای طبقه بیسکورس یک رویکاری یا قیرپاشی میشه به خاطر ایجاد کردن چسبش و به خاطر غیر قابل نفوذ ساختن طبقه بیسکورس قیرپاشی میشه. اینمی پروسه قیرپاشی یا رویکاری را به نام چی یاد میکنن؟ به نام پرایم کوت یاد میشه. پرایم کوت یاد میشه. یعنی بعد از این که هموارکاری و کمپکشن شد، قیرپاشی میشه. امی پروسه قیرپاشی را که از قیر مایع در نظر گرفته میشه، این را به نام پرایم کوت یاد میکنن که پرایم کوت حالا در درس های در سلاید های بعدی در درس های بعدی انشاءالله مفصل تشریح میکنیم. بعد از این شما ببینین این طبقه اسفالتی رو ما گفتیم که به نام سرفیس کورس یاد میکنن، ولی حالا چرا بندر کورس و ویرین کورس گفته شده؟ این به خاطر از این است که زمانی که ضخامت طبقه پوشش زیاد میشه، در او صورت طبقه پوشش یا سرفیس به دل لیر یا لایه تقسیم بندی میکنن که یک لایه به نام بندر کورس یاد میشه و لایه نهاییش به نام ویرین کورس یاد میشه. چرا؟ همین ماشین های تپکاری که رولر هاست، زمانی که ضخامت از 7.6 سانتی بیشتر میشه، او را کمپکشن کرده نمیتونه. مجبور هستیم که را به دو حصه تقسیم بکنیم. یک حصه یک بار هموارکاری و کمپکشن بکنیم، یک حصه دیگه دیگه دفعه هموارکاری و کمپکشن کنیم. فرض کنین ضخامت
سرک شد 12 سانتی، ضخامت سرفیسش از دیزاین محاسبه کردیم 12 سانتی. این حالا 7 سانتی از ایره فرض کنیم که ما یک بار هموارکاری میکنیم که تو ماشین پیور، بعد از اینکه ایره هموارکاری کردیم 7 سانتی را کمپکشنش میکنیم، بعد از کمپکشن کردن چند سانتی دیگه باقی مان؟ 5 سانتی دیگه. 5 سانتی دیگه را قبل از اینکه 5 سانتی را در بالای از این هموارکاری و کمپکشن بکنیم، در این صورت بازم مثل ای که بالای بیس کورس ما همین شکل روی کاری کردیم، بالای می طبقه اسفالتی بندر کورس هم یک روی کاری یا قیرپاشی میشه. این پروسه را به نام تکوت یاد میکنن. بعد از ای که تکوت شد، باز 5 سانتی دیگه لیر نهایی که از امو 12 سانتی 5 سانتیش باقی مانده بود، من هیس ویرین کورس کمپکشن و هموارکاری میشه. این پروسه را به نام تکوت یاد میکنن که در بین لایه بندر و بالای ویرینگ در نظر گرفته میشه. و یک پروسه دیگه هم از به نام سیلکوت، که سیلکوت معمولا بعد از اینکه از عمر سرک یک چند سال تیر میشه، در بالای سرک بعضی از درزای موی مانند ایجاد میشه، در او صورت به خاطر تقویه و غیر قابل نفوذ سازی این طبقه ما معمولا این را یک روی کاری میکنیم که به نام سیلکوت یاد میشه، که در دو سلایدهای بعدی به این موضوع انشالله میپردازیم. خب حالا میایم از همو طبقه بالایی فرش سرک که به نام سرفیس یاد میشه. اینجا برای شما خوب یک تصویر زیبا است که به شما یک مفکوری طبقات سرک، فرش سرک براتان خوب واضح میسازه. طبقه بالایی سرفیس کورس است، بیس کورس و سب بیس. اینی طبقه زمین طبیعی را قسمت فوقانی بدنی خاکی میگن یا سب گریت براش گفته میشه. حالا میخواییم که یک تشریح مختصر هر طبقه را یک تشریح مختصر بکنیم و یک آشنایی با ای پیدا بکنیم. خب اول بالای سرفیس صحبت میکنیم. سرفیس کورس یا طبقه پوشش عبارت از اونمو طبقه یا طبقات بالایی فرش سرک است که از مواد مقاوم در نظر گرفته میشه. مواد مقاوم مثل کانکریت یا اسفالت می باشه که این مواد مذکور در مقابل ساییده شدن و همچنان وارد شدن بار وسایط نقلیه و نیز بیجا شدن مقاومت داره. طبعا زمانی که وسایط نقلیه از بالای زی عبور و مرور میکنه، جغل و موادش ساییده میشه. باید این مواد در مقابل ساییده شدن، بیجا شدن و همچنان وارد شدن بارها از خود مقاومت نشان بده. پوشش فرش سرک یا سرفیس کورس معمولا از مواد قیمت بها یا اسفالت یا کانکریت در نظر گرفته میشه. به این خاطر ضخامتش معمولا اونقدر زیاد نمی باشه. ضخامت طبقه پوشش اکثرا کم می باشه و معمولا تا 6 سانتی 6 اینچ طبقه پوشش در نظر گرفته میشه. الهی که باز ترافیک لود بسیار سنگین داشته باشیم، باز در اون صورت میشه که این ضخامت یک اندازه از 6 اینچ هم کرده بالاتر در نظر بگیریم. طبقه پوشش فرش سرک باید خواسته های ذیل تامین بکنه. اول مقاومت در برابر قواهای مماسی که در سطح ترافیک به میان میاد و اونمو در سطح ترافیک قواهای مماسی که ایجاد میشه بین سطح سرک و تی، باید این طبقه او را مقاومت بکنه در مقابلش. جلوگیری از نفوذ آب در طبقات تحتانی، طبقه پوشش باید قابلیت از زیر داشته باشه تا از نفوذ آب در طبقات تحتانی فرش سرک
جلوگیری بکنه و دیگه بخشیدن، یعنی بخشیدن قابلیت حیات به فرش با تعداد زیاد و تکراری بارها بدون تخریب، و دیگه ای که عمرش بیشتر باشه، عمر سرک بالا ببره، با وجود از ای که بار زیاد و تکرار وسایط تکرار اکسل ها از بالای سرک عبور میکنه، در این صورت باز هم باید فرش سرک مقاومت بکنه بدون از اینکه تخریب شود. دیگه حمایت فرش سرک از عوامل محیطی مثل باران، درجه سردی و گرمی حرارت، اینا باید در مقاومت بکنه. حالا ببینین محصلین عزیز، این قسمت سرک به نام پوشش سرک یاد میکنن یا سرفیس کورس. هرگاه از شما سوال میشه سرفیس کورس کدام است، اون طبقه اسفالتی را به نام سرفیس یاد میشه که بیشتر ما شما در موردش صحبتیم. یک نمونه و یه هم نمونه دیگه که طبقه سرفیس یا نام قسمت پوشش فرش سرک نشان میده که با واسطه این ماشین ها را به نام پیور یاد میکنن فرش میشه، یا ماشین پیور است یا ماشین فنشر که اسفالت پخش میکنه، و یه هم رولر هاست که درس های آینده بخیر در مورد هر کدامش به تفصیل صحبت میکنیم. طبقه پوشش یا سطحی معمولا این را در دو لیر کم هموارکاری و کمپکشن میکنن. پیشتر ما دما برشتان صحبت کردم که زمانی که زخامت سرفیس بیشتر شود، بازی را به دو حصه تقسیم میکنیم، ویرینگ کورس و بندر کورس. ای که چرا به ویرینگ کورس و بندر کورس تقسیمات میشه، این نمونه های اسفالت است که قبل انشالله صحبت میکنیم بالاش. ای به دلایل عزیز که گفتیم به دو لیر بندر کورس و ویرینگ کورس به خاطر از این تقسیمات میشه که فرش سرک اونمو کمپکشن لازمی که نیاز است رو نمیگیره، بنابراین ما مجبور هستیم که در دو لیر هموارکاری و کمپکشن بکنیم. به این خاطری به دو لیر تقسیم میشه. شما اینجا این نمونه از اسفالت طبقه بندر کورس ویرینگ کورس رو مشاهده میکنین که نسبت به طبقه بندر کورس یک کمی تفاوت داره که حالا تشریح میکنیم. خب قبل از اینکه به تشریح بندر کورس و ویرینگ کورس بپردازیم، میخواییم در مورد سیلکوت که پیشتر براتان یادآور شدیم، بعضی اوقات جهت غیر قابل نفوذ ساختن فرش سرک و یا بعضی از عوامل دیگه، یک رویکاری یا سیلکوت بالای پوشش موجوده اسفالت میشه که این پروسه را به نام سیلکوت یاد میکنیم، که این سیلکوت معمولا از قیر محلول یا کتبک اسفالت استفاده میشه. حالا خود سیلکوت چیز عبارت از طبقه نازک سطحی سرک اسفالتی می باشه که از مخلوط قیر و جغل میده‌دانه بالای سرک اسفالتی جهت غیر قابل نفوذ ساختن سرک و مقاومت در مقابل ساییده شدن که از اثر عبور و مرور وسایط نقلیه به میان می آید استفاده می شه، که معمولا دارای فواید زائل می باشه، از جمله ای که میگه پوشش کهنه را به شکل جدید و نو نمایان ساخته و در مقابل در برابر عوامل مختلف فرش سرک محافظت میکنه. یعنی همی که ما ببینین اینجا یک تصویرش هست، اینجا خوب واضح میشه، اینی پروسه را به نام سیلکوت یاد میکنن. شما میبینین که در سطح سرک درزای میمانند ایجاد شده، یا این پوشش سرک مشاهده کنین که بسیار کنه و سابقه معلوم میشه. با یک سیلکوت کردن به واسطه قیر محلول یا کتبک اسفالت، ما میتونیم که این پوشش کنه را به شکل نو جدید نمایش بدیم و همچنان باعث
با وجود آمدن یک پوشش دارای مقاومت اصطکاکی بین تیر و سطح سرک با واسطه این پروسه به میان می آید. بنابراین این پروسه را به نام پروسه به نام سیلکوت یاد میکنند که از قیر محلول است. و طبقه پوشش بیشتر براتان یادآور شدم که طبقه پوشش هم معمولا در دو لیاره می سازن، یکی لیاره بندر کورس و لیارین کورس. اینجا هم شما مشاهده میکنید بعد از اینکه بیس کورس خلاص شد، پرایم کورس شد، بعد از پرایم کورس کردن طبقه بندر کورس استفاده میکنیم. حالا اینکه بندر کورس چی است؟ بندر کورس ای طبقه که بعضی اوقات به نام اساس اسفالتی هم یاد میشه یا به نام اساس قیری در کتاب ایرانی یاد میکنن، یک چسبش قوی را به اساس فرش سرک تولید میکنن که ای طبقه به دو لیر، به دو طبقه، طبقه به دو ای طبقه به دو دلیل میگه علاوه به طبقه پوشش استفاده میشه. چرا ما می طبقه سرفیس کورس به دو لیر تقسیم میکنیم، یعنی لیر بندر کورس و لیرین کورس همیره میخواییم تشریح بکنیم. اول پیشتر هم یادآور شدیم که چون زخامت مخلوط اسفالت کانکریت بسیار زیاد است، بنابراین مشکل است که ما او را در یک طبقه متراکم کاری بکنیم یا کمپکشن بکنیم، بنابراین او را به دو لیر تقسیم میکنیم که نه شما در اینجا مشاهده میکنین یک لیر بندر کورس است که اینجا قبلا اسفالت شده ولی حال بالاش طبقه چی هموار کاری میشه و ایرین کورس. اگر ما ای زخامت و ای زخامت جدیده، یعنی ای زخامت اسفالت قبلی را با ای زخامت یک جا کمپکشن میکردیم، اصلا درست کمپکشن نمیشد و سرک موج موج میشه و دیگه مشکلات تکنیکی دیگر به میان میره. به یک دلیل که زخامت زیاده، دوم طبقه پوشش تحتانی یا چسبش عموما شامل اگریگیت یا جغل بزرگدانه و مقدار کمی از اسفالت می باشد و نمی تواند که کیفیت چون طبقه متراکم فوقانی یا پوشش تامین کنه. از این رو اگر طبقه پوشش تحتانی از 7.6 میلیمتر زیاد شود، او را در دو طبقه ما کمپکشن میکنیم. و دیگه از لحاظ اقتصادی و همچنان به خاطر بلند بردن مقاومت فرش سرک هم بهتر تر است. چرا؟ در طبقه پوشش، در طبقه ویرین کورس، بندر کورس، شما ببینید که دانه های جغل بزرگ دانه است و همچنان مقدار مواد اسفالتی یا قیر دهی کمتر است. این برای ما چی فایده میکنه؟ از یک طرف هر چقدر دانه های جغل بزرگدانه انتخاب میشه، به مو اندازه مقاومت در مقابل بارهای وارده بالا میره. از طرف دیگه از لحاظ اقتصادی هم خوب است که ما ایره به دو لیر تقسیم بکنیم. چرا؟ اینجا مقدار مواد اسفالتی کمتر، ولی در طبقه ویرین کورس ما ببینیم که مقدار مواد اسفالتی بیشتر است و دانه های جغل یا اگریگیت هم کوچکتر است. ای از طرف دیگه پوشش سرک بسیار زیاد هموار و غیر قابل نفوذ میه. از طرف دیگه همو راحتی یا آسایش هم برای سرنشین ها یا را استفاده کننده های سرک تامین میکنه. یعنی به می دو دلیل ما ایره به دو لیر بندر کورس و ایرین کورس تقسیم میکنیم. اول به خاطر از اینکه خوب درست کمپکشن شوه، دوم به خاطر از اینکه این لیر مقاومت طبقه سرک بالا ببره، به دو حصه تقسیمش میکنیم. و دیگه ای که امو از لحاظ اقتصادی صرفه جویی به میان میاد. به این لحاظ شما ببینین که یعنی روی یک طبقه بندر کورس است، میبینید که مقدار دانه های جغل بزرگ و مقدار اسفالت هم به اینجا کمتر میباشه. یعنی به طور خلاص هرگاه طبقه پوشش از 7.6 سنتی یا 76 میلی زیادتر شد، مجبور استیم که رو به دو لیر بندر کورس و ایرین کورس تقسیمات بکنیم. خب زمانی که ما ایره به دو لیر
بین در کورس و یارن کورس تقسیم کردیم. در این صورت بنان در این صورت زمانی که یک لیر فرض کنین، شما اینجا را این دهی تصویر ببینین، اینی طبقه طبقه و یارن کورس است، پایینش بین در کورس است. یعنی یک بار این سرک با اینمی عرضی که دار از این قسمت تا به این قسمت فرض کنین زخامت از این شده 15 سانتی، در این 15 سانتی را امکان داره که 8 سانتی شه یک بار کمپکشن شده باشه، 7 سانتی دیگه شه در مرحله بعدی. یعنی ما یک بار این را سر تا به آخر هموارکاری میکنیم به زخامت 8 سانتی، باز 7 سانتی که نیمی بندر کورس میشه، 7 سانتی دیگه شه در مرحله بعدی کمپکشن میکنیم که به نام به ویرن کورس یاد میشه. ایناله قبل از اینکه ما ویرن کورس بالای بندر کورس هموارکاری و کمپکشن بکنیم، در این صورت ضرورت است که ما چی کنیم؟ ضرورت است که ما ضرورت است تا ما یک پروسه قیرپاشی یا رویکاری را همچنان انجام بدیم. این پروسه رویکاری یا قیرپاشی را پیشتر هم براتان گفتم که به نام تک کود یاد میشه. تک کود شما اگر در سکشن فرش سرک ببینید، این تک کود در کجا قرار میگیره؟ در بین بندر کورس و سرفیس کورس یا ویرن کورس لایه که اجرا میشه، این را به نام قیرپاشی که میشه به نام تک کود یاد میکنن. در این تصویر نشان دادم، یعنی بندر کورس هموارکاری شد، بالای از این قیرپاشی میشه، باز لایه بعدی هموارکاری میشه که اینمی لیه را به نام امی رویکاری را به نام تک کود یاد میکنن. حالا میجا میگه تک کود عبارت از کاربرد خفیف از اسفالت مایع است. اسفالت مایع، هدف از اسفالت مایع اینمی است که قیر جمع یک تیل نفتی، به طور مثال تیل خاک، تیل پترول یا تیل دیزل، امرای ترکیب قیر تیل یک جا میشه و یه خوب مخلوط میشه. قیری که به میان میاد به نام قیر محلول گفته میشه که در درسای آینده انشالله این موضوع تشریح میشه. دیگه یعنی تکوت عبارت از اونمو پروسه از قیرپاشی یا رویکاری از اسفالت مایع است که بین بندر کورس و ویرن کورس در نظر گرفته میشه، که هدفش ایجاد چسبندگی بین دو طبقه است. بخاطر از اینکه ما چسبش بین طبقه بندر کورس و ویرن کورس به میان بیاریم، بنان تکوت میشه. این تکوت فایده های بسیار زیاد داره. به طور مثال اگر ما مهمترین هدف تک کود کردن، ایجاد کردن چسبش از بین دو طبقه و یارن کورس و بندر کورس فرض کنین، اینجا ببینین میگه consequence of poor bonding، نتایج اما چسبش ضعیف باعث چی میشه؟ consequence of poor bonding، bonding اما چسبش ضعیف باعث چی میشه؟ فرض کنین layer independence. Layer independence زمانی که ای دو لیر با هم دیگر نچسبی، جدا جدا آمد، reduce fatigue life یا عمر خستگی است. به طور مثال عمر سرک به پایان میرسه، ولی شما مشاهده بکنین که میبینین در بعضی اوقات که امی خود روی اسفالت تو کپره کپره میشه، به شکل پوست تمسا میشه، کپره کپره میشه. اینمی حالت خستگی فرش سرک نشان میده که ای با وجود که عمر سرک پایان رفت، به پایان آمده، خسته شده سرک، بازم تا یک مدت زمانه ای قابل استفاده است برای وسایط نقلیه. زمانی که چسبش ضعیف وجود داشته باشه، یعنی تکود نشه، یعنی می عمر خستگی کم میشه. یعنی اکثرا که در 10 سال خراب شوه، او امکان داره که در 9 سال تخریب شوه و از بین بره و قابل استفاده. Reduced rotting،
increased routing. روتینگ چی را میگه؟ روتینگ میره در رده شدن میگه. اگر در بعضی سرک ها مشاهده کرده باشین در مسیر سرک اتر خط تیر وسایت نقلیه میمانه، جوچه جوچه میشه، یعنی رده رده میشه، او را به نام روتینگ یاد میکنن. زمانی که تکود نکنیم، چسبش ضعیف وجود نداشته باشه، بنان روتینگ هم ایجاد میشه. و دیگه سلیپیج و شاوینگ. سلیپیج و شاوینگ چی را میگه؟ سلیپیج اینمی درزایی که به این شکل ایجاد میشه، شما ببینید مسیر ترافیک به این طرف است، یعنی وسایط نقلیه این طرف حرکت میکنن. زمانی که چسبش بین طبقه پایینی که بندر است و این طبقه که ویرینگ است وجود نداشته باشه، زمانی که وسایل نقلیه بریک میگیرن، یک طبقه اسفالت از طبقه پایینیش جدا میشن، که اینمی پروسه را به نام سلیپیج کرکنگ یاد میکنن، یا درزهای سلیپیج، یا به نام کریسن کرکنگ، یا درزهای هلال مانند. اگر شما متوجه شده باشه به شکل مهتاب، یا اینجا هم ببینین به شکل هلال شکل ایجاد میشه. این خصوصا در جایی که مقدار تکوت کم باشه یا هیچ وجود نداشته باشه، اینطور تخریبات در روی سرک به وجود میاد. و دیگه کمپکشن دیفیکلتی، مشکلات کمپکشن هم ایجاد میشه در زمان کمپکشن به صورت اساسی و درست این دو طبقه کمپکشن نمیشه. پروپوز آف تکوت، تکوت هدف از تکوت کردن چیست؟ اینه ببینین این پروسه قیرپاشی است که بین ویرنگ کورس و بندر کورس در نظر گرفته میشه. To promote the bond between old and new pavement layers. مهمترین هدف تکودی است که چسبش بین طبقه سابقه و همچنان طبقه جدید فرش سرک به میان بیاریم، یعنی چسبش بین طبقه سابق که بندر کورس است و طبقه جدیدش که ویرین کورس است، بین دو طبقه چی به وجود بیاید؟ چسبش به وجود بیاید. To prevent slippage between pavement layers. بخاطر دیگه به منظور جلوگیری از سلیپیج، همو جدا جدا شدن، بیشتر که براتون گفتم که اینمی حالات در روی سرک رخ نده، بنان تکون vital for structural performance of pavement. و دیگه ای که بخاطر عمل کرد یا رفتار فرش سرک افزایش میده یا عمر سرک بالا میره. All layers working together. و دیگه ای خوبی تکود امیست که تمام طبقات به صورت یک نواخت کار میکنن، مکمل یک جا در مقابل بارهای وارده عمل میکنن. بعضی نکات است که در مورد تکود ما باید در نظر بگیریم. تکود باید نازک باشد، باید به طور یک نواخت تمام سطح را بپوشانه، یعنی اوقدر مقدارش زیاد نباشه. چرا؟ اگر زیاد هم شد باز این مقدار قیر اضافی که مقدار قیر بندر کورس یا ویرین کورس اضافه میشه، این خودش باعث ایجاد روتینگ یا اونمور در رده شدن میشه. دیگه باید به طور یک نواخت تمام سطح را بپوشانه، یعنی قسمی باشه که اطور اینجا در یک تصویر باز براتون نشان میدم، قسمی نباشه که فرض کنین اینه ببینین اینجا بیله را مانده همراه از این قوطی اطور پاش داده، یک جای مقدار زیاد یک جای کم. نه، اطور نباشه، باید یک نواخت توسط ماشینای اسپریر پاش داده شده که تمام سطح رو بپوشه. باید بتواند لایه های ویرینگ و بندر کورس را قبل از سر شدن با هم بچسبانه. دیگه ای که اونمو لایه ها را، لایه های بندر کورس و ویرینگ کورس قبل از اینکه سر شون با هم دیگر باید بچسبانه، یعنی قبل از اینکه ویرینگ کورس اسفالتش سر شون باید این دو طبقه با هم دیگر چسب شه. یعنی ببین اینجا هم نوشته wrong practice of tacot. این دیگه همو پروسه غلط است که بین تکود و تکود که به صورت یک نواخت ایجاد نشده، یا ببینین insufficient تکود، یعنی مقدارش هم باید به اساس
مقدار که مشخصات تکنیکی کد بر ما پیشنهاد کرده از او بگیریم، یعنی مقدارش کم هم نباشه. اینجا میبینیم که بیخی مقدارش کم است. Properly done تک کد. اینجا میبینیم که تک کد شده به صورت یک نواخت تمام سطح را پوشانده. این قسمت wearing است، یک قسمت بندر است که بالاش تک کد شده و می شکلی را پوشانده. و ای هم بعضی ماشین است که به خاطر پخش کردن تک کد به صورت یک نواخت استفاده میشه که به نام میکانیکل پریشر اسپریر اور پرایم اند تاکوت اسپریرز. هم با پتاکوت میتونیم از این ماشین استفاده بکنیم، هم برای پرایم کوت میتونیم از این دو ماشین میخانیکی استفاده بکنیم. و ای هم میکانیکل پریشر هند اسپریر فور پرایم کوت اند تاکوت. و ای هم ماشین های قیرپاشی یا رویکاری دستی است، توسط دست، که این باز هم خوب است که به صورت یک نواخت روی طبقه را می پوشاند. این به صورت دستیش است. یک چیز که در نظر گرفته می شه، معمولا هد اقل بعد از 24 ساعت بعد تکود می شه. فرض کنین تک یسترده پیفتده، یعنی دیروز تکود شده بود، امروز هم چی شد؟ فر شد. امروز تکود میکنه تک توده پیفت ما رو، و فردا باز طبقه ویرین کورس بالایش فرش میکنه. یک چیز دیگه که مهم است، به صورتی که اسفالت به صورت غیر همزمان صورت میگیره، در این صورت باید این طبقه، این قسمت های کناری که فرش دیگه بالای کتزی وصل میشه، هم سطح ساخته میشه، اینجا رو فراموش نکنیم که ما باید این قسمت ها رو به صورت درست تکود بکنیم. در غیر از اون، درزای طولانی که به سرک ایجاد میشه، یکی از علتاش همی تطبیق نادرست تکود است، که این قسمت ها تکود نشد، چسبش به وجود نمیه، آب در داخل از این نفوذ میکنه، بالاخره در اثر گرمی یا سردی حرارت دز یا کرک در طول مسیر سرک ایجاد میشه. اینجا recommended quantities of material for تکود، مقدار لازمه که به خاطر تکود ضرورت از نظر به نوعیت سرفیس، type of surface. اینجا هم quantity in kilogram per متر مربع است، یعنی ما چقدر چی مقدار میتونیم تکود برای استفاده بکنیم. این نظر به نوعیت پوشش فرق میکنه. فرض کنیم بیتومین سرفیس های قیری یا اسفالتی در یک دفی متر مربع 0.2 الی 0.25 کیلوگرم دفی متر مربع است. درای ان هنگری بیتومین سرفیس های اسفالتی است، قیری است، ولی درای خشک و هنگری یا گرسنه، یعنی به این معنی که خلایش زیاد باشه، در اون صورت 0.25 الی 0.3 کیلوگرم دفی متر مربع استفاده میشه. پرایم گرینولر سرفیس و مو سرفیس هایی که به پرایم کود شده، در اون صورت 0.25 تا 0.3. ان پرایم گرینولر بیس بالای بیس کورس دانه دار که پرایم کود نشده باشم، اگرچه امون خود امون پروسه رو به نام پرایم کود یاد میکنن، بازم 0.35 الی 0.4 و سمنت کانکریت پیومنت و بالای فرش های کانکریتی یا پی سی سی هم از 0.3 الی 0.35 استفاده میشه. خب حالا میایم بالای پرایم کود. پرایم کود قبلا تشریح کردیم که در بین طبقه سرفیس و بین طبقه سرفیس و ویرینگ کورس قرار میگیره. بین طبقه سرفیس و ویرینگ کورس، اینجا شما دیدین در این مقطع، یعنی اینجا هم براتون میخواییم تشریح بکنم، این که سب بیس از کمپکشن هم ورکاری شد بعد از این بیس کورس. قبل از این که این سرفیس بالای بیس کورس بیا، روی قسمت فوقانی بیس کورس رویکاری یا قیرپاشی میشه. اونمو روی کاری یا قیرپاشی رو به نام تک کوت یاد میکنن، پرایم کوت یاد میکنن. این پرایم کوت
مثل پروسش مثل پروسه تکود است، ولی با یک فرقی که در این مقدار تیلای نفتی بیشتر از نسبت به تکود. یعنی تکود میتونه قیرش غلیستر باشه یا به بسیاری اوقات مکمل بدون، تنها ما قیر گرم میکنیم بالای طبقه پوشش اسپری میکنیم، در ترکیبش تیل اضافه نمیشه. این بنابر لزوم دید انجینر نظارت کننده یا تطبیق کننده است و یا ای که یک مقدار تیل در این اضافه میشه. پرایم کود قیرش نسبت به تک کود یک اندازه رقیق تر است، یعنی غلظتش کمتر از نسبت به تک کود. بنابراین وقتی بیس کور ساخته شد بالایش یک روی کاری نازک میشه، این می خط سیاه، این را به نام چی یاد میکنن؟ پرایم کود یاد میکنن. حالا میخواییم امی را بخوانیم که پرایم کود به خاطر چی استفاده میشه، هدفش چی است. پرایم کود عبارت از کارورد خفیف مواد اسفالتی چسبناک است که بالای طبقه اساس یعنی بیس کورس انداخته میشه. دارای دو وظیفه بسیار مهم است. اول، از نفوذ آب در سرک ها جلوگیری میکنه. دوم، درزهای سرک یا و خلاهای سرک پر میکنه. به صورت عموم شما ببینید این طبقه بیس کورس است، طبقه بیس کورس هموارکاری شده، کمپکشن شده که بعد از این پروسه اسفالت کاری است. به خاطر غیر قابل نفوذ ساختن این طبقه که آب نفوذ نکنه، دیگه خلاها و درزای میمانند درزای از این پر شوه و دیگه به خاطر ایجاد چسبش این پروسه انجام میشه که نیمی پروسه را به نام چی یاد میکنن؟ پرایم کود یاد میکنن. پرایم کود پروسه است که پروسه رویکاری یا قیرپوشی از قیر محلول در بالای طبقه بیس کورس. البته تک کود پرایم کود قیری که مخلوط میشه، مقدار این قیرها از 20 الی 50% است. 20 الی 50% تیل در ترکیب قیر اضافه میشه. فرض کنین اگه 50%ش ما اگه بخوایم یک مواد پرایم کود ترتیب بکنیم، 60%ش قیر اضافه میکنیم، 40%ش تیل، یا 70%ش قیر، 30% دیگه زیره تیل اضافه میکنیم، یا به شکل 50-50-50% تیل، 50% تیل، 50% هم قیر. این که تیل دیزل استفاده میشه یا تیل خاک استفاده میشه یا پترول استفاده میشه، نظر به شرایط جوی منطقه فرق میکنه. در مناطق گرمسیر معمولا از تیل دیزل استفاده میشه، بسیار گرمسیر، و در مناطق گرمسیر و معتدل معمولا از تیل خاک استفاده میشه، و در مناطق سردسیر هم باز اکثرا در ترکیب قیر از پترول استفاده میشه که در مبحث قیر انشالله تشریح خواهد کردیم. پروپوز آف پرایمینگ، پرایم کود هدفش چی؟ تو پلگ د کپیلری وایدز، اونمو خلاهای مویماننده چی کنه؟ پر کنه، پت کنه. تو کود ان باند لوس متریال آن د سرفیس، دیگه به خاطر چسبش مواد لوس یا به اصطلاح مواد کم دوام یا ضعیف با سرفیس، یک چسبش بین بیس کورس و سرفیس به میان میاد. تو هاردن اور تافن د سرفیس، به خاطر سخت ساختن محکم کردن طبقه پوشش. تو پرمود ادهیژن بتوین گرینولر اند د بیچمنس لیر، و دیگه به خاطر ایجاد چسبش بین طبقه سرفیس بین طبقه داندار که بیس کورس باشه و بین طبقه اسفالتی استفاده می. پرایم کود باید به اندازه باشه که طبقه به طبقه پایینی نفوذ کرده فضاهای خالی را پر کند و مانع نفوذ آب شد. این پرایم کود باید به اندازه باشه که بتانه یک اندازه در طبقه بیس کورس چی کنه؟ نفوذ بکنه، تا کنمو خلاهای میماننده پر بکنه. مقدار، حالا میخواییم مقدار
ضرور مقدار ضروری که پرایم کود باید شوه، یعنی به چی مقدار ما میتونیم یه قیر پاشی را در بالای طبقه بیس کورس انجام بدیم، این فرق میکنه. نظر به از اینمی جدولی رقص میکنیم، یکی پروسیتی خلاص، تایپ آف سرفیس، نویت سرفیس، یه ویسکاسیتی، اما حالت ویسکاسیتیش هست که یک نوع آزمایش هست، در حالت آزمایش قیر است که در اونجا انشاءالله تشریح میکنم، و کوانتیتی پر ده متر مربع به کیلوگرم، یعنی در ده متر مربع چقدر پرایم کود باید صورت بگیره. در صورتی که خلاها کم باشه و نوعیت پوشش WMM باشه یا WVM باشه، WMM یا WVM این نوعیت مواد طبقه بیس کورس است. WMM چی را میگه؟ WVH. WMM یعنی Water Met Macadam یا Water Bound Macadam گفته میشه. WVM و WMM. WMM WVM اینی را میگه، یعنی در صورتی که مواد بیس کورس، این مواد بیس کورس است، مواد بیس کورس شما میفهمین باید یک مقدار رطوبت داشته باشه تا که کمپکشن شود. پروسه قسمی است که به دو طریقه مواد سرفیس بیس کورس بالای فرش سرک ایمار میکنن، هموار میکنن. اولی که مواد در امو پلانت رطوبت داده میشه، مخلوط میشه، در ساحه میاره، موتر ترک تخلیه میکنه، به شکل کود مانند میندازش، باز توسط اوتوگریدر ما ایره هموار کاری میکنه. اینیمی نوع بیس کورسی که توسط اوتوگریدر و همچنان در پلانت ای رطوبت داده شده اینجا هموار کاری میشه، ایره به نام WVM یاد میکنن. و WMM چی نمیگه؟ که ما مواد بیس کورس در ببخشین بیشتری را برعکس تشریح کردم، یعنی قبلا این رطوبت نداشته و قدر رطوبت بیشتر نداره، در ساحه آورده میشه، تخلیه میشه توسط ترک، بعد از او این هموارکاری میشه، آبپاشی میشه و کمپکشن میشه. ولی WMM که از این و بیس کورس توسط ماشین پیور قبلا رطوبت مناسبش اضافه شده در پلند، با اونمو رطوبت هموارکاری میشه، بعد از او فورا توسط رولرهای کمپکشن میشه. اینی را به نام WMM و WVM یاد میکنن که بسیار مهم است شما بفهمین که فرق بین WMM و WVM چی است. WMM اونمو مواد بیس کورس است که در پلانت رطوبت داده شده، توسط ماشین پیور هموارکاری میشه و بعد از او، یعنی به آبپاشی ضرورت نیست، توسط رولر کمپکشن میشه. ولی WVM که است مواد بیس کورس در ساحه آورده میشه، توسط گریدر هموارکاری میشه، طبعا رطوبت از یک مقدار از دست میره، بعد از این پس آبپاشی میشه و کمپکشن میشه. این حال میگه سرفیس در صورتی که به می شکل باشه، به این صورت در هر ده متر مربع 6 الی 9 کیلوگرم استفاده میشه، و در صورتی که خلاهاش متوسط باشه، یعنی و نوعیت بیس کورس گریول بیس باشه، بیس جغلی، بنا 9 الی 12 کیلوگرم در ده متر مربع، و های در صورتی که سمنت استیبلایز سایل بیس باشه، در این صورت 12 الی 15 کیلوگرم در هر ده متر مربع بیس کورس میشه. و این هم تصویرش هست، این شما مشاهده میکنین و در اینجا هم ببینین، این طبقه بیس کورس و این هم طبقه سرفیس، این قسمت هم بیس کورس WMM است که توسط ماشین پیور هموار کاری میشه. و من الله توفیق، باز هم اگر کدام سوال پیشنهاد داشته باشین، انشاءالله از طریق گروه شما میتونین که پیشنهاد و سوالاتونه مطرح بکنیم، انشاءالله با جوابش
میپردازیم. و من الله توفیق.